پرسشی ذهنم رو به عنوان پژوهشگر تاریخ معاصر به خودش مشغول کرده. آقای شاه، چرا روز 26 دی 57 شتاب زده کشور رو ترک کردی؟ شما در طول 37 سال حکومت در اوج قدرت همه رقبا و مخالفان رو از صحنه سیاسی خارج کردی. تازه فکرم میکردی از حمایت مردمی برخورداری. چرا حاضر نشدی در مقابل عمل کرده خودت و هیئت حاکمه تحت امرت پاسخ خوب باشی؟ راستی چرا؟ از شهریور 20 که با اشغال ایران و فشار بیگانگان شما رو جای پدرت نشوندن، هر وقت زمان پاسخگویی می‌رسید فرار رو برقرار ترجیح می‌دادید. یادت در جریان اختلاف با دکتر مصدق هم همین کار رو کردی؟ اگر کودتای آمریکای انگلیسی 28 مرداد سال 32 نبود، سلطنت رو همون زمان باید از دست می‌دادی. ادهی خیال میکنن که تا امریکایی فقط بود، خیال میکنن شوروی در این باره مدخلیت نداره، هر صدا شد با اعداد بیرون به دستور شاه کودتا کردن. آقای شاه، شما میخواستی روز به روز دایره قدرت و نفوذ خودت رو گسترش بدی، از هر فرصتی برای این کار استفاده می‌کردید. در فروردین سال 40 آیت الله العظما بروجردی رحلت فرمودند. تقریبا شاه از آیت الله بروجردی می‌خواد ببره، اگرچه گاهی اوقات فرامین آیت الله بروجردی را اجبارا اطاعت می‌کنه. زعامت علن اطلاق رو داشت فرمای بروجردی. شاید به همین دلایل بود که امام خودشون را کنار کشید. شاه تصور کرد قبل از آن که مراجع ساکن قم قدرت و نفوذ ایشان را پیدا کنند، بهتر است برای هموار ساختن مسیر و کاهش نقش آنان پیام تسلیت رحلت آیت الله را به سید محسن حکیم مجتهد مقیم عراق بفرستد. او تلاش کرد تا پایگاه مرجعیت را از قم به نجف اشرف منتقل نماید، اما نشد آنچه می‌خواستی. برعکس، نفوذ مراجع قوم به ویژه امام خمینی در بین قشرهای مختلف جامعه بیشتر هم شد. احترام آقای بروجردی را همیشه ایشون در طول زمانی که آقای بروجردی زنده بود ایشون نگه داشت. همه قبول داشتند که از نظر علمی جامع‌ترین افراد بودند. با واسطه شنیدم که امام می‌فرمودند خراب کردن آقای بروجردی مثل این است که کسی زیر دیواری نشسته دیوار را خراب کنه، اول میریزه رو خودش. همان سال شاه برای خوشخدمتی به آمریکایی‌ها علی امینی را به نخست وزیری برگزید. امینی در اولین قدم شعار اصلاحات اداری و اقتصادی به ویژه اصلاحات ارضی سر داد، آن هم تحت عنوان دفاع از دهقانان. او می‌خواست مخالفان را در مقابل توده‌های مردم و به ویژه کشاورزان قرار دهد. افزایش قدرت امینی که رابطه نزدیکی هم با دولت دموکرات آمریکا داشت، برای شما که دنبال قدرت بیشتری بودی نگران کننده بود.
پس چاره کار رو در این دیدی که فرمانبرداری خالصانه خودت رو از آمریکایی‌ها به اثبات برسونی. بهشون قول دادی برنامه اصلاحات رو خودت در کشور اجرا کنی. شاه زیاد با آمریکایی‌ها متکی بود و زیاد با آمریکایی‌ها اعتماد داشت. گمان می‌کرد آمریکا در هر مرحله از او حمایت کنه. اسدالله علم به عنوان مهره‌ای قابل اعتماد برای شاه بهترین جانشین برای امینی بود. علم در 16 مهر 1341 لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند. با این لایحه می‌خواستند اسلام و قرآن را به حاشیه برانند، در حالی که طبق متمم قانون اساسی مصوب سال 1285 تدین به دین اسلام و نداشتن فساد عقیده و سوگند به قرآن مجید از شرایط اصلی اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. در یک اقدام نمایشی هم به زنان حق رأی دادند تا خود را مدافع حقوق آنان نشان دهند و مخالفان لایحه را نیز مخالف حقوق خانم‌ها معرفی کنند. حضرت همایونی، شما خوب می‌دونستید توی کشوری که انتخابات آزاد وجود نداره و فهرست کاندیداها رو آدم‌های خود تعیین می‌کنن، رأی دادن زنان یعنی منحرف کردن افکار عمومی ولاغه. امام خمینی و بزرگان حوزه که تصویب این لایحه را شروع برنامه‌های ضد قانونی و ضد اسلامی شاه می‌دانستند، بلافاصله در منزل فرزند شیخ عبدالکریم حائری، بنیانگذار حوزه علمی قم، گرد هم آمدند و در این باره به مشورت و تصمیم گیری پرداختند. 1. مخالفت علما با لایحه به شاه اعلام و لغو فوری آن درخواست شود. 2. علمای بلاد در جریان امر قرار گیرند و از آنها برای آگاه کردن مردم و مقابله با دولت دعوت شود. 3. جلسات مشورت مراجع به طور منظم تشکیل و وحدت نظر و عمل حاصل شود. امام و دیگر مراجع در تلگراف‌های خود به علم تصویب لایحه یاد شده را مخالف شرع مقدس و قانون اساسی دانستند و ضمن توصیه به رعایت قوانین اسلام تأکید کردند که علمای ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالف شرع ساکت نخواهند ماند. به دنبال بی‌اعتنایی شاه و علم به مکاتبات مراجع قم، آیت الله خمینی اعلامیه‌ای تند صادر فرمودند. معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت‌های علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتان توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. نخست وزیر شما به جای جبران اشتباهات در نطقی هر گونه اخلالگری رو محکوم کرد و تلویحاً اقدامات علما رو یک حرکت ارتجاعی دونست. به دنبال این اظهارات صدای اعتراض مردم بلند شد. آنان گرد آقای خمینی حلقه زدند. با مشاهده این وضعیت علم طی یک نامه فریبکارانه عقب نشینی کرد، ولی امام برخلاف برخی مراجع آیان کار را لغو لایحه در دولت و اعلان رسمی آن در جرایت می دانست. لایحه‌ای که در مهر ماه 1341 به تصویب دولت رسیده بود در آذر همان سال لغو شد. شما به عنوان شاه مملکت چرا باید برای اصلاحات مورد نظر آمریکا تعهد میدادی؟ یکی از اصول ششگانه انقلاب شاه به ظاهر کشاورزان را صاحب زمین کرد، اما نه تنها روستاها دستخوش بحران اقتصادی اجتماعی شدند که به دلیل ناتوانی کشاورزان جزء بیشترشان را بدهکار نظام بانکی کرد. این انقلاب سفید بود که مهاجرت سیلاسای روستاییان به شهر را کلید زد. هرچند با دوراندیشی امام خمینی و همراهی مراجع
خطرات اجرای این برنامه آمریکایی به نماینده رژیم مشفقانه گوش زد و بر پرهیز از اجرای آن تأکید شد، اما هیچ یک از نصایح و توصیه ها ثمری نداشت. امام خمینی در واکنش به اصرار شاه بر رفراندوم در روز دوم بهمن سال 1341 طی اعلامیه آن را رفراندومی اجباری نامیدند و تحریم کردند که در مقابل حکم اسلام و قانون اساسی بی ارزش است. به نظر این جانب رفراندوم که به لحاظ رفت بعضی از اشکالات به اسم تصویب ملی خوانده شده، مخالف رأی جامعه، روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت است. در قوانین ایران رفراندوم پیشبینی نشده است. معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید و این امری است که باید قانون معین کند. لوایح ششگانه مبهمند و فاصله اعلان آنها تا زمان برگزاری رفراندوم اندک است و مردم مهلت اندیشیدن درباره آنها را ندارند. پیامد انتشار این اعلامیه تظاهرات بازاریان گروهی از مردم و دانشجویان دانشگاه تهران علیه رفراندوم بود که مورد هجوم پلیس قرار گرفت. این اتفاق در قم نیز تکرار شد. آیت الله خمینی که شاه و هیئت حاکمه را اصلاح ناپذیر و مصر به ادامه راه غلط می دیدند، عید سال 1342 را عزا اعلام کردند. بسیاری از مردم از نقاط مختلف کشور به مناسبت حلول سال نو برای زیارت راهی شهر قم می شدند و با علما و مراجع نیز دیدار می کردند. آنچه در این دیدارها بیشتر به چشم می آمد فضای اعتراض و مخالفت با عملکرد شاه بود. آخه آقای شاه، لجبازی تا کجا؟ ماموران تو با لباس مبدل برای برهم زدن جلسات سوگواری وارد شهر قم شدند. مبادا مردم از این گرد همایی برای اعتراض به عملکرد شما استفاده کنند. آنان می‌خواستند از مردم و روحانیت زهر چشم بگیرند. بنابراین در مدرسه فیضیه در مجلسی که آیت الله گلپایگانی برگزار کرده بود، با ایجاد دعوای ساختگی به ضرب و شتم طلاب و باقی شرکت کنندگان پرداختند. طلاب و مردم از خود دفاع کردند، اما نیروهای نظامی و امنیتی با محاصره برنامه ریزی شده مدرسه فیضیه را به خاک و خون کشیدند. امام خمینی که با اصرار اطرافیان از حضور در محل وقوع فاجعه باز مانده بود، طی بیانیه‌ای دست به افشاگری علیه ماهیت دولت پهلوی زد. من مصمم هستم که از پا ننشینم تا دستگاه فاسد را به جای خود بنشانم و یا در پیشگاه مقدس حق تعالی با عذر وفود کنم. شما هم ای علمای اسلام مصمم شدید و بدانید پیروزی با شماست. با فرارسیدن ماه محرم دوران سرنوشت ساز نهضت هم فرارسید. رژیم که به خوبی می‌دانست ماه محرم بهترین زمان برای افشای جنایات و برنامه‌های ضد اسلامی اوست، در حرکتی پیش دستانه بسیاری از وعاظ را احضار کرد و آنان را از سخن گفتن علیه شخص شاه و اسرائیل پرهیز داد و تأکید کرد که از گفتن این جمله که اسلام در خطر است اجتناب کنند. امام خمینی و مراجع در یک تصمیم جمعی قرار گذاشتند تا خودشان در روز عاشورا سخنرانی کنند و از جنایات رژیم پرده بردارند. امام مدرسه فیضیه را برای سخنرانی خود انتخاب کرد. ایشان پس از بیان واقعی دلخراش کربلا و تشبیه آن به فاجعه فیضیه، اسرائیل را مسبب آن دانست و رژیم شاه را دست نشانده اسرائیل خواند. تمام گرفتاری ها و اختلافات ما در همین سه موضوع نهفته است. اگر ما ندونیم اسلام در خطر است، آیا در معرض خطر نیست؟
اگر ما نگوییم تا چنین و چنان است، آیا آنطور نیست؟ اگر ما نگوییم اسرائیل برای اسلام و مسلمین خطرناک است، آیا خطرناک نیست؟ و اصولاً چه ارتباطی و تناسبی بین شاه و اسرائیل است که سازمان امنیت میگوید از شاه صحبت نکنید، از اسرائیل صحبت نکنید؟ آیا به نظر سازمان امنیت شاه اسرائیلی است؟ من یه قدری تندتر در مسائل بحث میکردم، منتهی به این شد که من شب آمدن گرفتن و قائله 15 خرداد پیش آمد. اعلی حضرت آو، سخنان کوبنده و افشاگرانه شما رو حسابی دچار مشکل کرد، برای همین هم به فکر تلافی کردن و قدرت نمایی افتاد. در سحرگاه 15 خرداد صدها نیروی نظامی تحت مراقبت‌های شدید امنیتی به قم اعزام شدند تا با یورش به منزل مسکونی آیت الله خمینی ایشان را دستگیر و روانه تهران کنند. همزمان آقایان بهاءالدین محلاتی و سید حسن قمی از علمای شیراز و مشهد هم دستگیر و به پادگان نظامی منتقل شدند. ساعت شاید 5:30 صبح بود که من گفتن تلفن کارت داره. من رفتم تا گوشی رو گرفتم، یه کسی که خب من متوجه نشدم کی بود، ولی باید گوشی گفت محسن خبر داری آقا رو گرفتن، پیشون رو دزدیدن. حالا من چرا میگم دزدیدن؟ خود امام نقل فرمودن که من رو گذاشتن توی یک ماشین فلکس، بعد این افرادی که آمده بودن اونجا همه ریختن روی ماشین، ماشین رو هل دادن، ماشین رو روشن نکردن که صداش مثلا توی کوچه مشخص بشه. صدها نیرو هم اومده بودن برای دستگیری حضرت امام. اون چی که مرحوم آقا مصطفی نقل کرد از قول حضرت امام این بود که وقتی که من رو به تهران می بردن، با اینکه اصرار داشتم که یه جا توقف بکنن من نماز بخونم، نماز صبح بخونم، و توقف نکردن، با اون خشونتی که در برخورد داشتن، وقتی که در یک جا از جاده اصلی تهران قم خارج شدن توی جاده خاکی و با سرعت رفتن توی مسیر فرعی، امام فرموده بود که من در اون لحظات یقین پیدا کردم بر حسب یه قرائن که دارن میبرن که همینجا من رو بکشن. اون لحظه ای که یقین پیدا کردم به این که میخوان من رو بکشن، به نفسم مراجعه کردم، دیدم اصلا نترسیدم. با وجود محدودیت های خبری و فشارهای امنیتی، خبر دستگیری امام به سرعت منتشر شد و در پیان مردم شهرهای قم، تهران، ورامین، مشهد و شیراز دست به اعتراضات گسترده زدند. شما که منتظر چنین واکنشی نبودی، به ماموران نظامی خود دستور دادی به تظاهر کننده ها شلیک و اونا رو به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کنن. فقط چیزی که به ذهنم رسید این بود که برم یه مقدار نون تهیه کنم. با این توپ و تانگ و دودی که از بازار رو پشت بون می دیدیم. تظاهرات در آن روز و دو روز بعد نیز ادامه یافت و هزاران نفر از مردم کشته و مجروح شدند. تا آخر شب هم اینجوری صدای تیراندازی میومد و چیزاش میریخت تو خونه‌های ما، پوکه‌هاش میریخت تو خونه‌های ما. فجیع‌ترین حادثه قتل عام دهقانان کفن پوش ورامینی بود که در پشتیبانی از مرجعیت راهی تهران بودند. ماموران نظامی در جاده باقرآباد ورامین با مردم درگیر شدند و ده‌ها تن از آنان را به خاک و خون کشیدند. این کشتار باعث شد که در واقع اون ماهیت پلید و کثیف رژیم شاه در بین مردم مسلمان بیشتر بشه، یعنی ملموس و محسوس حس کردن که این رژیم یک رژیم خونخوار و آدم کشه و در واقع
چهره کریه رژیم به نظر من بین توده مردم بیشتر روشن شد. بر اساس برخی شنیده ها اون روز هم شما قصد فرار داشتی از ترس سقوط حکومت و پیروزی مردم، اما با پشتیبانی حامیان خارجی و توصیه اونها به مقابله شدید با معترضان قیام 15 خرداد رو سرکوب کردی. تمام سازمان هایی که بعد از 15 خرداد تا بهمن 57 تو کشور ما پیدا شدن، همشون با تحلیل 15 خرداد ایجاد شدن. در واقع 15 خرداد نقطه عطفی بود برای همه احزاب با هر تفکر. اسدالله علم با فرونشستن قیام دستگیر شدگان را به محاکمه نظامی و اعدام تهدید کرد. شاه نیز اعتراضات مردمی را حرکتی وابسته به بیگانگان دانست و برای این منظور عوامل رژیم با دستگیری چهره‌های مردمی و ذی‌نفوذ اجتماعی مثل طیب حاج رضایی که به جانبداری از امام پرداخته بودند، تلاش کرد با گرفتن اعتراف اجباری از آنان تحرکاتشان را وابسته به بیگانه جلوه دهد. رژیم ناکام ماند زیرا ادعاهای بدون سندش باورپذیر نبود. لذا فوکو میگه انقلاب ایران یک انقلابی بود که از درون جامعه حرکت کرده بود. جامعه علیه اون چی که بهش تحمیل شده بود قیام کرد. چند روز پس از دستگیری امام، ده ها نفر از مراجع علمای ایران به عنوان اعتراض و اعلام پشتیبانی از علمای بازداشت شده به تهران مهاجرت کردند. با گسترش اعتراض علما و فشار افکار عمومی، سرانجام امام پس از 2 ماه بازداشت به منزلی در شمال شهر تهران منتقل شدند و تحت نظر قرار گرفتند. روزنامه ها هم سعی کردند چنین وانمود کنند که انتقال امام از زندان به محل جدید بر اساس تفاهمی بوده که میان ایشان و مقامات امنیتی به وجود آمده است. این خبر شایعه ای بیش نبود و امام پس از بازگشت به قم در اولین فرصت طی یک سخنرانی آن را به شدت تکذیب کرد. موقعی که امام چیز کردن، ما هماهنگ کردیم به اتفاق دوستانمون که بریم داوودیه. رسیدیم اونجا گفتن دیگه در بستن، دیگه راه نمیدن، دوباره برگشتیم. خلاصه همین مرتب اصلا خود این رفتنهای ما در حقیقت فشاری بود که به رژیم میمد، برای اینکه بدونن ما مثلا از حمایت توده‌های مردم برخوردار و اینا. این جزء در حقیقت تاکتیک های نیروهای مذهبی بود. باز هم یک حرکت نمایشی دیگه. با تغییر ظاهری مهره های خودت خواستی بحران رو رفع و رجوع کنی. اسدالله علم اصل شد تا وانمود کنی که اون مسبب حوادث اخیر بوده. حسن علی منصور مهره جدید رو برای ادامه بازی به نخست وزیری منصوب کردی. اونم در نطق ظاهر فریبش با تمجید از اسلام از اون به عنوان یکی از مترقی ترین و برجسته ترین ادیان جهان نام برد و بعد بر مراهم و عطوفت خاص شما به مقامات روحانی تاکید. دو روز بعد امام بدون اطلاع قبلی در شب 18 فروردین سال 1343 وارد قم شد و مورد استقبال مردم و علما قرار گرفت. از نخستین ساعت انتشار خبر بسیاری از مردم به مناسبت آزادی امام سر در مغازه های خود را چراغانی کردند و به توزیع شیرینی پرداختند. در همان روز روزنامه اطلاعات در مقاله انقلاب سفید شاه و آمریکا نوشت چقدر جای خوشبختی است که اکنون جامعه روحانیت نیز همگام با مردم در اجرای برنامه های انقلاب شاه و مردم شده است. امام خمینی اما این اتهام را تکذیب کرد. خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد. من از این آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تصدیب دست بگیرم.
من کافی نیستم که فقط روزهانه یک چنده مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خود سلطان باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم. پایگاه استقلال اسلامی اینجا باید این مملکت را از این گرفتاری ها نجات داد. آقای تاجدار، فشاری که آمریکایی‌ها برای انعقاد قرارداد کاپیتالیسیون بر شما وارد کردن یادت هست؟ چقدر هم راحت زیر بار این ننگ رفتی. می‌خواستن بی سر و صدا تصویب کنن کسی نفهمه، بعدها مردم کم کم مطلع بشن. در مهر سال 43 قانونی از مجلس شورای ملی گذروندی و سعی کردی خبرش چندان انعکاسی پیدا نکنه. این قرارداد ننگین به نظامیان آمریکایی شاغل در ایران و وابستگانشان مسئولیت سیاسی و قضایی اعطا می‌کرد. بر اساس این قانون اگر اتباع دولت آمریکا مرتکب جرم و جنایتی در ایران می‌شدند، دستگاه قضایی ایران حق پیگیری نداشت. امام خمینی که از تصویب قانون کاپیتولاسیون باخبر شد، تصمیم گرفت این توطئه را افشا کند. این در واقع افشای یک مسئله بود که رژیم سعی داشت اون رو فعلا مسکوت بگذاره و ابعاد این کاپیتولاسیون رو امام تشریح کردن. برای اولین بار بود که یه موضوعی به این اهمیت و با این ابعاد برای مردم توضیح داده می شد. صبح 4 آبان سال 1343 امام ناراحت و برافروخته سخنرانی تاریخی خود را در جمع هزاران نفر از مردم ایراد کرد و اون سخنرانی رو با رفقای قم دست اندر کار تکثیرش بود. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. من تعصب و تقصیر خودم را نمی توانم کار کنم. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردن، پایکوبی کردن. اگر من به جای اینها بودم، این چراغانی ها را من می کردم. می گفتم بیرد سیاه بالای سر بازار را بدارم. برای اولین بار بود که یه موضوعی به این اهمیت و با این ابعاد برای مردم توضیح داده می شد. اگر آشپز امریکایی مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند. مفهوم این رو توضیح میدادن و گفتن تازه در مقابل این قانون ننگین فلان مقدار پول ظاهرن به صورت وام به ایران دادن، مبلغ هم امام اونجا نقل کردن که فلان مقدار سود روش میاد و با اون سود باید پس داده بشه، تازه در مقابل این سود ما این قانون رو هم باید با این وضع که بردگی ملت ایران رو به همراه داره مثلا تصویب کنه. ای شاهنشاه، سخن حق تلخ است، باز هم تحمل انتقاد نداشتی. کماندوها شبانه منزل آقای خمینی را در قم محاصره و ایشان را به تهران منتقل و با هواپیما به شهر بورسای ترکیه تبعید کردند. من با یکی از دوستان دیگه یه تاکسی گرفتیم که بریم کوی دانشگاه، ضبط صوت و اینا رو برداریم بریم دانشکده علوم و در واقع نوار رو پخش کنیم برای دانشجو. سوار تاکسی شدیم، دیدیم
راننده تاکسی هیجانی و گفتین به ما گفت شنیدین چه حادثه‌ای رخ داده؟ گفتیم نه. گفت بازار شلوغه. گفتیم چرا؟ گفت امام خمینی رو گرفتن بازداشت کردن، بازار شلوغه، اونجا خیلی وضعیت بحرانی. چند روز بعد سید مصطفی فرزند امام نیز به همان تبعیدگاه فرستاده شد. ایشان پس از گذشت 11 ماه به دلیل اعتراض مجامع روحانی در ایران و عراق به عراق تبعید شدند. وقتی ایشون رو دستگیر کرده بودند به تهران میبرن، همونقدر که از شهر خارج شده نشده، دیدم فرصت خوبیه برای خوابیدن. خوابیدم تا یه وقت تهران ما رو از خواب بیدار کردن. گفت همین تو اینا به من نگاه میکردن، حالا از شهر یعنی زبان حال اونا را جواب مصطفی میگفت که خدایا این چه موجودیه. ما او رو دستگیر کردیم، ما در حال ترس و هراس هستیم. اون آرامشی داره که از قم بیرون نیامده، خوابیده تا تو تهران. با تبعید آیت الله خمینی به نجف اشرف، خیال کردی ارتباط ایشون با مردم قطع میشه و ایشون در میون ده ها مرجع و روحانی عالی رتبه در این شهر درخششی نخواهد داشت. با استقبال علما و شرکت گسترده طلاب و فضلا در درس امام، این نقشه نیز کارگر نیفتاد. با تبعید امام و سرکوب شدید اعتراضات مردمی و بسته شدن دریچه های فعالیت مسالمت‌آمیز، برخی جوانان و نیروهای سیاسی به مبارزات قهرآمیز و مسلحانه گرایش پیدا کردند. تشکیل گروه های مبارز مسلح یکی از رویدادهای مهم دوران محمد رضا پهلوی است که هزینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی بر جامعه تحمیل کرد. امام خمینی با هر گونه فعالیت مسلحانه مخالف بود و هیچگاه نیروهای سیاسی را به این روش از مبارزه تشویق نکرد. اما پرسش اصلی این است که چرا برخی جوانان به مشی مسلحانه روی آوردند؟ ما یه اصطلاحی داشتیم به عنوان سحرگاه انقلاب، یعنی روزی که مبارزه مسلحانه آغاز میشه. برداشت ما این بوده که ما بایدیسی بیاییم تشکیلاتی مخفی راه بندازیم و مراقبت بکنیم که دور از چشم رژیم شاه پای ریزی این تشکیلات محکم بشه. از سوی دیگه ما میگفتیم رژیم در حال غفلته، هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداره برای مقابله با مبارزه مسلحانه. Now has a report from Tehran on President Nixon's visit to Iran and the bombing incidents. President Nixon's 22-hour visit to Tehran was marred by several terrorist bomb attacks. One bomb exploded. ما نظرمون این بود که باید با یک کار بزرگ این آغاز بکنیم که انعکاس ملی و جهانی داشته باشه. حسرت والا، شما میدونی که جلوی فعالیت‌های سیاسی قانونی و مسالمت آمیز رو گرفتی، هیچ انتقادی حتی از درون حکومت رو تحمل نمی‌کردی، همیشه مخالفان رو انکار می‌کردی، معترضان رو مخالف پیشرفت کشور و یا مرتجع می‌دونستی. در چنین شرایطی زندان‌ها پر از مخالفان سیاسی بود که همگی آنها با کمترین تشریفات قانونی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند. انواع شکنجه‌های جسمی و روحی بر زندانیان و خانواده‌های آنان اعمال می‌شد و کسی را یارای مقابله با آن نبود. من از اعماق جانم چند بار صدا زدم یا فاطمه مددی، این اومد این چشمند من زد بالا، گفتش که فلان فلان شده، اگه یه دفعه دیگه اسم این خانومو بیاری این پوستو زنده زنده میکنم. I asked the Shah about the continuing reports of torture inflicted by his Savak upon so many of his citizens.
Now, when an outfit like the International Commission of Jurists comes here and then comes out with a report saying that in spite of what you say, Your Majesty, torture continues. How do they know? Well, they can't continue saying this. Well, they talk about psychological and physical torture. Physical, I don't believe. پا رو بستن به تخت و دستانم بستن به تخت، شروع کردن به کابل زدن. یعنی به کف پا که میخورد تا مغز سر تیر میکشی. بعد خیلی زنن، وقتی زنن هر وقت گفتن که هر وقت خواستی بگی انگشتو بلند کن. این زیر ناخونا سنجاق تگرد میکردن. فوشهایی که لازمه زندگی خودشون بود به نثار کردن و بعدش هم فندک میگرفتن که بیچاره میکرد. بعض وقتا دیگه به قطع ناخونم میرسید. روزنامه و رسانه آزاد وجود نداشت. سانسور بیداد میکرد. بسیاری از روشنفکران و نویسندگان مستقل یا در زندان و تبعید بودند و یا جلای وطن میکردند. با این روش منتقدان رو تبدیل کردی به برانداز. ما آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخواسته ایم. ما از رئیس دادگاه انتظار داریم این نکته را به بالاتری ها بگویند. سرکوب اعتراضات سال 1342 فعالیت مسلحانه را شدت بخشید. ترور حسن علی منصور نخست وزیر به دست یک گروه مسلمان آغازگر این دگردیسی بود. دو ماه بعد در فروردین 1344 به دست یکی از افراد مارکسیست گارد جاویدان شاه ترور شد و این یعنی آغاز مبارزه مسلحانه علیه رژیم. ما با بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدیم که پاسخ به این مسئله از لوله تفنگ میتواند خارج شود. حتی برخی از گروه‌های سیاسی خارج از کشور در نشریات خود نوشتند کشتار سال 1342 نقطه عطف تاریخ ایران است. پس از این حادثه کوشش اپوزیسیون در مبارزه علیه رژیم منحصر بود به اعتراض‌های خیابانی، اعتصاب کارگران و فعالیت‌های زیرزمینی. قتل عام سال 1342 ورشکستگی و بی‌تأثیری این روش را به اثبات رسانید. از آن پس مبارزان ایدئولوژی خود را به یک سو نهادند و این سوال را بین خود مطرح کردند: چه باید کرد؟ پاسخ روشن بود: نبرد مسلحانه. دکتر علی شریعتی با فرانس فانون، عضو جبهه آزادی بخش الجزایر که گروهی با مشی مسلحانه بود، ارتباط برقرار کرد. عده‌ای به مصر رفتند تا ضمن فراگیری آموزش نظامی زمینه آموزش چریکی دیگر جوانان را فراهم کنند. مهر 1343 فعالیت‌های حزب ملل اسلامی برملا شد. اعضای این حزب در پی تشکیل حکومت اسلامی بودند. آقای علا حضرت، شما به جای تغییر رفتار و یافتن راهی برای کاهش خشونت‌ها بر حجم اونها اضافه کردید. در دهه اول حکومت مبارزات سیاسی مسلحانه محدود بود و برای مقابله با جریانات ضد دینی و کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور. اما رفته رفته کار به جایی رسید که در اواخر حکومت بر تعداد این گروه ها افزوده شد، به طوری که در فاصله بین سال 49 تا 57 بیش از 1300 نفر از اعضای گروه های مسلح جان خود را از دست دادند. روشن بود که مبارزه مسلحانه نمیتوانست به نتیجه برسد. با حرکت مسلحانه شرایط امنیتی سخت‌تر میشه و شرایط کار برای افرادی که میخوان کارهای فرهنگی و سیاسی انجام بدن محدودتر و منقبض‌تر میشه. به همین جهت این حرکت رو حرکت سالمی نمیدونم و من هم الان احساس برداشتم این است که اگر
جریان مجاهدین خلق و جریان سازمان چریکای فدای خلق بروز و ظهور پیدا نمی کردن، شاید ما تحولات سیاسی جامعه رو خیلی منطقی تر و مناسب تر می تونستیم پشت سر بگذاریم. حضرت پادشاه، شما بعد از تثبیت حکومت بر اثر ضعف شخصیتی و بعضی عقده‌های روانی و برای رفع بحران مشروعیت تلاش کردی عقبه‌ای معتبر دست و پا کنی و چی بهتر از تاریخ باستان، تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی بهترین دستاویز بود. رسانه‌های وابسته آیین شاهنشاهی را احترام به آیینی می‌دانستند که پاسدار حاکمیت ملی ایران است. برخی نویسندگان ایرانی و غربی مأمور نوشتن کتاب‌هایی در این زمینه شدند. دانشگاه تهران نیز موظف به تألیف دایره المعارف تمدن ایران شد. مهر 1350 جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی آغاز شد. کوروش، ما امروز توی این سخنرانی خودت رو وارث کوروش معرفی کردی و نظام شاهنشاهی رو کهن‌ترین میراث و ریشه‌دارترین فرهنگ نشون دادی که به تو رسیده. زیرا که ما بیداریم، سوگند یاد می‌کنیم. شاه احساس می‌کرد با اجرای این مراسم خواهد توانست تداوم شاهنشاهی در طول تاریخ ایران را به نظر سران دنیا برساند. به هیچ چیز جز بزرگ جلوه دادن حکومت خودت فکر نمی کردی. هزینه های گزاف اون هم برات مهم نبود. همه امکانات کشور در خدمت این جشن ها بود. به خیالت می خواستی شکوه یک مملکت رو به نمایش بذاری. تدارکات اصلی جشن به خارجی ها واگذار شد. لباس های سلطنتی دربار، گارد های تشریفاتی، خدمه و هزاران بازیگر که مراحل تاریخی ایران را به نمایش می گذاشتند در خیاط خانه های فرانسه تهیه شد. آیا در ایران شدنی نبود؟ روزهای متمادی یه هواپیمای بزرگ کلی یخ می آورد، یه قالب بزرگ یخ می آورد وسط بیابون، بزرگ به اندازه یه گاراژ، اندازه جای یه ماشین، یه قالب یخ که هر روز می آوردن. هر روز یک هواپیمای اختصاصی گلهای تازه از هلند به شیراز می آورد. آیا در ایران گلی نبود؟ غذای مراسم با هواپیما از سوئیس و فرانسه به ایران می آمد. مگر غذاهای ایرانی شهره عام و خاص نبود؟ اینها تنها نمونه ای از تناقضات و اسرافکاری های شاهانه بود. ما شکم بلدرچینا رو با فواگرا و ترافل پر کردیم. در سینی هم بین بلدرچینا تاووس گذاشتیم تا ظرف زیباتر جلوه کنه. 15,000 اسلحه‌حال را از باغ کاخ ورسای آوردند. همه چیز از بهترین نوع بود. 1,000 کیلو خاویار و خاویارش خاویار قلابی نبود. با تمام شدن مراسم پرسش های زیادی در ذهن مردم شکل گرفت. اصلی ترین پرسش هزینه جشن بود. تا جایی که اسدالله علم وزیر دربار مجبور شد صورتی از ریز هزینه ها را اعلام کند. کسی سخن شما رو باور نکرد. نتیجتاً موقعیت شما نزد افکار عمومی بیشتر آسیب دید و این عصبانیت کرد. کسایی هستن که فکر میکنن ایران نباید میلیون ها دلار صرف این جشن میکرد. First of all, how do they know about what is spent? Really the only expenses that are made for the festivities are the two official dinners that we are going to give our guests. نمایش های شما پایانی نداشت. جشن های تولد، ازدواج، تاج گذاری، رفتن و آمدن و جان به در بردن از ترورها جزء برنامه های سالانه بود. We had to cancel on my birthday the sport festivities. So on the night of Avan we said that's his birthday. در این اواخر
شما تلاش کردی خودت رو فرمان روای دانا و قدرتمند نشون بدی. یونیفورم های مختلف به همراه مدال ها و نشان ها و عکس های فراوان، برگزاری مراسم متعدد و اظهار فضل در همه زمینه ها جملگی اجزایی از چنین توهمی بود. فکر می کردی با القاب دهن پرکن میشه خود رو بزرگ کرد. بزرگ ارتشتاران، خدا، شاه، میهن، خدایگان آریامهر و پرچمدار بزرگ ایران. برخی پژوهشگران خارجی در این باره نوشتند سران همه کشورها افرادی تنها هستند، لکن شاه از بیشتر آنها تنها تر است. من پاسیم که تنها دیسی مجسته ده تنته ده فرقی که شوز pour votre pays et peut-être de pas être compris d'être non. seul. Non, pas tellement. مشاورانش چه در کابینه و چه در بیرون از آن درست خدمت نمی‌کنند و این تا حدودی بدین سبب است که فطرتاً به دیگران بدگمان است و همچنین بدین جهت که فاقد همکاران واقعاً صالح است. حتی کسانی که دارای صلاحیت هستند بدان تمایل دارند که آرای منفی را اظهار نکنند و چیزی بگویند که شاه خوش دارد بشنود و این غالباً به صورت تملق‌گویی گزاف در می‌آید. سپاس بیکران خداوندی را که غرور انگیزترین و روشن‌ترین دوران‌های ایران دوران آریامهر را به قوم ایرانی ارزانی داشته. در دوران شکوهمند شاهنشاه ندیدن و نشدیدن تا کی؟ چون این توهماتی باعث شد مخالفان رو شدیدن سرکوب کنی. سخت‌ترین شکنجه ها و ارعاب و خفقان به بدترین شکل اعمال شد و ساواک عملا همه کاره. تنها شرط ترقی افراد تأیید و حمایت ساواک بود. شما به چیزی غیر از تعریف و تمجید رضایت نمیدادی و حتی بسیاری از سیاستمداران و خدمتگزاران وابسته به حکومت رو تنها به این دلیل که مطابق میلت سخن نمی گفتند از خودت دور کردی. آغاز ریاست جمهوری جیمی کارتر دموکرات در آمریکا در دی ماه 1355 مقارن شد با اهمیت یافتن حقوق بشر در جهان. شاه که همیشه در مقابل اعتراضات داخلی سرسخت بود، در مقابل فشارهای خارجی توان ایستادگی نداشت. در نگاه محمد رضا پهلوی، کسب رضایت خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. او بیش از آن که به دنبال مشروعیت مردمی باشد، در پی کسب رضایت بیگانگان به ویژه رؤسای جمهور آمریکا بود. دانشجویان ایرانی و مخالفان شاه که در خارج از کشور بودند، حقایق زیادی از عملکرد رژیم را نزد نهادهای بین المللی برملا کردند. حقایقی که امکان انکار آنها برای شاه و دولت دموکرات آمریکا فراهم نبود. فقدان آزادی‌های فردی و جمعی در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی از جمله این موارد. کارتر برای اینکه خودش رو مدافع حقوق بشر نشون بده، چاره‌ای جز این نداشت که همپیمان خودش رو در ظاهر هم که شده وادار به انجام برخی اصلاحات بکنه. این بار شما که پیشتر تحت فشار ایالات متحده اقدام کرده بودی به اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، دوباره تحت فشار خارجی تغییراتی رو در سیاست‌های خودت به وجود آوردی تا از این طریق بخشی از فشار رو کم کنی. ممنوعیت شکنجه در بهمن 1355 اعلام شد و سپس آمادگی ایران برای پذیرش نمایندگانی از صلیب سرخ جهانی و نهادهای حقوق بشری برای بازدید از زندانها. تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. شیوه دفاع از متهمان در دادگاه‌ها تغییر کرد و اظهار نظر انتقادآمیز و درج اخبار برخی از فعالیت‌های مخالفان امکان پذیر شد. اینها نشانه های تغییر فضا بود.
فضای باز سیاسی ناشی از سیاست‌های حقوق بشری کارتر نبود. او در قبال ایران همان راهبردی را در پیش گرفت که مد نظر دولت‌های پیشین بود. بر این اساس دولت آمریکا حمایت همه جانبه خود را از شاه تداوم داد و از سرکوب نیروهای مخالف با رویکردی جدید پشتیبانی کرد. این موضوع در سفر رسمی جیمی کارتر به تهران کاملا دیده شد. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. I was profoundly impressed again, not only with your wisdom and your judgment and your sensitivity and insight, but also with the close compatibility that we found in addressing this difficult question. برای کنترل بخشی از اعتراضات یک سناریوی جدید طراحی کردید. طبق معمول فکر کردی تغییر مهره کارسازه. جمشید آموزگار به جای هویدا نشست تا وانمود کنی فصل جدید در فضای سیاسی کشور آغاز شده. آموزگار مدعی شد آزادی بیان و قلم و تقویت نیروهای سازنده برنامه اوست. ادعایی که بی اساس بودنش خیلی زود به اثبات رسید. تابستان 1356 با درگذشت مشکوک دکتر علی شریعتی، روشنفکر مسلمان و مخالف رژیم آغاز شد. او که مدت‌ها در زندان به سر برده و از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی محروم و مجبور به ترک وطن شده بود، در خارج از ایران از دنیا رفت. درگذشت شریعتی بلافاصله انگشت اتهام را متوجه رژیم کرد و موجی از خشم و نارضایتی به دنبال داشت. برگزاری مراسم بزرگ داشت و حتی گفتگو درباره این موضوع ممنوع بود. در نتیجه ادعای فضای باز سیاسی رنگ باخت. آقای دکتر شریعتی به لحاظ خانوادگی خب در یه خانواده متدین و مذهبی متولد شدم. دکتر شریعتی علاوه بر اینکه یک گوینده ماهری است، یک شاعره. یعنی بعضی از بحث‌های ایشون به شعر بیشتر نزدیک هست از نظر نوع ادبیات. اعتقاداتشون اعتقادات خوب و سالم، تسلط بر تفسیر قرآن داشتن، تسلط بر تاریخ اسلام و ایدئولوژی اسلامی رو بالاخره ایشون خوب میشناخت و آشنا بود و از عهده کاملا برمی‌آمد. چند ماه بعد در آبان 1356 خبر درگذشت آقا سید مصطفی فرزند ارشد امام خمینی، آن هم بدون داشتن سابقه بیماری، در ایران پیچید. اگر آقا مصطفی می بود به عنوان یک محور در جریان زنده نگه داشتن نهضت و راه امام ایفا نقش می کرد. او از آغاز نهضت همراه و همگامی امین برای پدر بود و بسیاری از امور مرتبط با هدایت مبارزات را بر عهده داشت. افکار عمومی شک نداشت که رژیم مسئول این حادثه است. حاج آقا مصطفی انسان بسیار خوش مشربی بود. یعنی اگر ساعت‌ها شما در جلسه با حاج آقا مصطفی می‌نشستی احساس خستگی نمی‌کرد. آقای شاه، خودت میدونی که بی‌اعتمادی مردم به یک حکومت چه اثرات مهلکی داره و این بی‌اعتمادی از اولین روزهای حکومت شما آغاز و سال به سال بیشتر و بیشتر شد. این اواخر بیشتر مردم در اوج بی‌اعتمادی و انزجارند، به طوری که حتی درباری‌ها هم حسش میکنند. تقریبا هر روز به غذایایی برمیخوردم که از گسستگی بیش از پیش مردم و رژیم حکایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود که بعضی افراد بیباکانه در حضور دیگران از رژیم بد می‌گفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیر اخلاقی خانواده شاه می‌پرداختند. از مشاهده نفرت روزافزون مردم به رژیم شاه، چه در میان افراد عادی مثل نانوا و
سبزی فروش و مستخدم و کارگر و چه در میان دانشجویان و اساتید دانشگاه چنان حالم دگرگون می شد که از خدمت در دفتر مخصوص ملکه احساس گناه می کردم. مردم شخص شما، خانواده و نزدیکانت رو در بسیاری از امور مسئول می دونن و به اونا بدبین هستند. هیچ توجیهی رو هم قبول نمی کنن. در سفر به ایران هر جا می رفتم و با هر کس اعم از آشنا یا بیگانه صحبت می کردم، همه به نحوی از اوضاع مملکت گره داشتند. در آن زمان گرچه مردم هنوز شخص شاه را آشکارا هدف حمله قرار نمی دادند، ولی از انتقاد و بدگویی به خانواده او به هیچ وجه ابایی نداشتند. بدیهیست در چنین فضایی هر رویدادی که خشم مردم را برانگیزد میتواند به موضوعی علیه شاه بدل شود. بر این اساس با انتشار خبر شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی، افکار عمومی رژیم شاه را مسئول آن دانست و موجی از پیام‌های تسلیت خطاب به امام خمینی همراه با مراسم بزرگ داشت سراسر کشور را فرا گرفت. رژیم که تصور می‌کرد با تبعید امام راه ارتباطی ایشان با مردم را قطع کرده، به یک بار با فضای جدید مواجه شد که انتظار آن را نداشت. که اولین بار بود که روحانیت مبارز یک جلسه بسیار با شکوهی را برای چهلمین روز حاج آقا مصطفی تشکیل دادن در مسجد ارک. همزمان با تحت تأثیر قرار گرفتن صحنه سیاسی ایران با شهادت سید مصطفی خمینی، شاه به آمریکا رفت، اما با استقبال دانشجویان ایرانی مخالف روبرو شد. این تظاهرات می توانست تمام برنامه‌های شاه را تحت شعاع قرار دهد. اردشیر زاهدی سفیر شاه در آمریکا برای مقابله با این تظاهرات تلاش هایی کرد، اما موفق نبود. این اولین بار بود که محوطه اطراف کاخ سفید به صحنه حضور مخالفان شاه تبدیل می شد، در حالی که پلیس آمریکا برای متفرق کردن ناراضیان ایرانی از گازهای اشکاور استفاده کرده بود. شبکه های تلویزیونی سراسر جهان صحنه های درگیری را به تصویر می کشیدند. Simple families from little villages to your beautiful great country with all the facilities you have. It is very normal that they get frustrated. شنیده ای که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد؟ قصد شما از سفارش نوشتن مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه اهانت آشکار به امام خمینی بود، اما نمیدونستی که این طرح خشم فرو خورده مردم رو شعله ورتر خواهد کرد. گویا شاه نمی دانست شخصیت مصمم و تزلزل ناپذیری که رهبری مردم را به عهده دارد کیست. تبعید طولانی امام نه تنها مردم را از ایشان منصرف نکرده، بلکه پیشبینی هایش را نیز عینیت بخشیده بود. رژیم به دو شیوه توأم و هماهنگ متوسل گردید تا نتیجه مطلوب را به دست آورد، در حالی که به برخی سیاست پیشگان وابسته خود فرصت داد تا مقالات انتقادی بنویسند و یا در مجلس به ایراد نطقهای نسبتاً تند بپردازند و علیه دولت و اعضای آن اعلام جرم کنند. همزمان قصد داشت روند محاکمه زندانیان سیاسی را تغییر دهد و رهبر اصلی مبارزه را تأخیر کند تا مردم در مورد او دچار تردید شوند. مقاله رشیدی مطلق در همین چارچوب تهیه شد که با شکست مواجه شد و نتیجه عکس داد. انتشار مقاله عکس العمل شدیدی در سراسر ایران به ویژه قم به دنبال داشت و موجی از خشم و نفرت به وجود آورد. کلاس های درس و نماز های جماعت به نشانه اعتراض تعطیل شد و مردم به سوی منازل آیات عظام حرکت کردند تا صدای اعتراض را وسعت بخشند. در پایان شب جمعیت با حضور در مسجد اعظم به سر دادن شعار درود بر خمینی و مرگ بر حکومت پهلوی پرداختند. پس از خروج از مسجد تظاهرات با حمله پلیس مواجه شد. صبح روز بعد طلاب جلوی مدرسه خان و میدان آستانه جمع شدند. تعطیلی بازار جمعیت را افزون ساخت. آنها به سوی منزل علما راه افتادند. بعد از ظهر مردم در برابر ماموران گارد و پلیس قرار گرفتند که به تیراندازی و زد و خورد منجر شد و جمع زیادی به خاک و خون کشیده شدند.
قیام مردم قم در روز 19 دی ماه 56 انعکاس وسیعی در داخل و خارج داشت. اسلام عزیز، از شما ای گروه های مسلمان در هر لباس و شغلی هستید استمداد می کند و وظیفه همه است که در نجات آن کوشش کنید و ضربه هایی که از سلاطین جور خصوصا در این 50 سال حکومت ضد اسلامی و ملی دودمان پهلوی خورده است و می خورد جبران کنید. کلکم را و کلکم مسئول ان رعیت. در پی کشتار مردم قم تبریز به پا خواست. تعطیلی چند روزه اصفهان و مشهد نیز مجال تفکر را از عوامل شاه سلب کرد. همزمان موجی از اعتراض دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را فرا گرفت. به همین دلیل اغلب دانشگاه های ایران رسما از جانب دولت تعطیل شدند. آگاهی همه جانبه و وحدتی بی سابقه ایجاد شده بود که لازمه تحقق اهداف نهضت بود. وحدتی که ذیل رهبری امام خمینی شکل گرفت و تا آن زمان با چنین انسجام و وسعتی سابقه نداشت. امام خمینی مرداد ماه در آستانه ماه رمضان در پیامی 8 ماده‌ای مسیر مبارزه را مشخص کرد. آقای اعلیحضرت، شما تصمیم گرفتی ناآرامی‌های اصفهان را با حکومت نظامی کنترل کنی و با به آتش کشیدن سینما رکس آبادان و کشتن 370 نفرم خواستی انقلابیون رو بدنام کنی، اما آتش اعتراضات شعله ورتر شد. Government sources suggest that these fanatics are trying to undermine the Shah's efforts to liberalize his regime. با آغاز مراسم شب‌های قدر، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف برپا و دولت آموزگار به پایان راه نزدیک شد. این بار نخست وزیر با شعار دولت آشتی ملی در 5 شهریور 1357 به میدان آمد. باید بدانید که برای حب جا و مقام قبول این مسئولیت سنگین را نکردم. من قبول مسئولیت کردم تا شما بتوانید با من مخالفت کنید، ولی اطمینان دارم که برنامه دولت را به نحوی عمل خواهم کرد که شما هم موافق شدید. شریف امامی سیاست عوام فریبانه‌ای در پیش گرفت. تعطیلی بسیاری از اماکن فساد، افزایش حقوق کارمندان، فسخ تاریخ و تقویم جعلی شاهنشاهی، حذف برخی بهایان از مسئولیت‌های بالای کشوری، آزادی صدها زندانی سیاسی، وعده آزادی بیان و قلم و برگزاری اجتماعات و تأسیس احزاب سیاسی مستقل و نیز برگزاری انتخابات آزاد، توجه به امور مذهبی و مذاکره با مخالفان و بالاخره برخورد با فساد مالی خانواده سلطنتی. حضرت والا، با وعده های دروغین تو یاد این جمله می افتم که خانه از پای بست ویران است. با این حال مخالفت ها گسترش بیشتری یافت. برگزاری نماز عید فطر به امامت آیت الله محمد مفتح در تپه های قیطریه و با حضور 10,000 تن بهترین فرصت برای هدایت اعتراضات بود. فکر کنیم خب کجا ما یه نماز عید فطر بگیریم که بتونیم یه وسعتی داشته باشیم، بتونیم جمعیت زیادی بیاد، بتونیم یه حرکتی داشته باشیم. انبوه نمازگزاران پس از مراسم راهپیمایی بزرگی ترتیب دادند که تا آن روز سابقه نداشت. شیوه ما این بود که وقتی که ما یه جایی رو علم بکنیم جمعیت زیادی بیاد، نیروهای امنیتی نمیتونن مقاومت کنن. اهدای گل به سربازان روندی جدید در شیوه اعتراضات بود و حرکت کردیم تا پیش امروز نماز ظهر مرحوم شهید
بهشتی خوندن. سه روز بعد در 16 شهریور بزرگترین راهپیمایی میلیونی کشور شکل گرفت. در این تظاهرات زنان مشارکت گسترده‌ای داشتند. شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی اساره خواست ملت بود. از اونجا گفتن که مثلا روز فلان ابتدای شهریور، دهن به دهان میگشت که 17 شهریور میدون جاله، 17 شهریور میدون جاله. زنگ خطر سقوط دولت به صدا در آمد. 17 شهریور و میدان جاله وعده تجمع بعدی تظاهر کنندگان بود. شما وحشت زده حکومت نظامی رو چاره کار دیدی تا به این ترتیب زهر چشمی از مردم بگیری. تفنگدارانت میدون جاله رو از چهار طرف محاصره کردن و مردم رو به خاک و خون کشیدن. The funerals of the people killed in last Friday's confrontation with the army took place at a Muslim cemetery 10 miles. انتشار جزئیات حادثه 17 شهریور نفرت و انزجار ملی را علیه حکومت هرچه بیشتر برانگیخت. بحران و تنش را تا بالاترین حد ممکن افزایش داد و بر تردید و دودلی شاه و ناکارآمدی سیاست‌های دولت مهر تأیید زد. Depuis le début de l'année, malgré tout, Majesté, les émeutes, les manifestations étaient nombreuses. Avez-vous, à un moment ou à un autre, pensé qu'il allait falloir prendre un virage abrupt, éventuellement démissionner ? Pour arriver à quoi ? Résoudre le problème. Est-ce que ça résoudrait le problème ? Vous savez ce qui se passerait en Iran ? Non. هفدهم شهریور جمعه سیاهی بود که پیامد آن توسعه اعتصابات به شکلی فراگیر در سراسر کشور بود. Tehran and 11 other Iranian cities under martial law were generally quiet today. A government show of force discouraged new street protests against. در فاصله ماه‌های شهریور و مهر دومینوی اعتصابات آغاز شد. پالایشگاه نفت تهران، شعب بانک ملی، مدارس و دانشگاه‌ها، پالایشگاه آبادان، شرکت مخابرات، راه آهن، ذوب آهن، بنادر و کشتیرانی، بازاریان و معلمان و سایر مؤسسات قهرمانان این مبارزه اقتصادی بودند. این اعتصابات ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصادی و نیز حیات رژیم وارد آورد. دولت با وضعیتی فلج کننده روبرو شده بود. همزمان با سرکوب مردم در داخل و سرگردون کردن رهبر مخالفان، با این تصور که تمرکز ایشون از دست خواهد رفت، شما فکر میکردی فرصت پیدا میکنی کشور رو آروم کنی و با این نیت در یک توافق پنهانی با صدام حسین، امام خمینی از عراق اخراج و بالاجبار راهی پاریس شد. خود نجف 0.31، خود پاریس 2.331. حاج اول آقا اون مامورینی که اونجا بودن میگن که من میخوام تلفن بذارم، پاریس رو میگیرن. اونا فکر میکنن نجف رو گرفته. منزل آقای دکتر حبیبی رو که اونجا رو میگه، میگه که یه همچین داستانی هستش، آقا مخالف نیست با آوردن اونجا. شما چی؟ میگه نه ما مخالفتی نمیبینیم. قرار میشه که دکتر حبیبی تو خونه باشه، از پای تلفن تکون نخوره و به دوستانم خبر بده. چنا میگن ما میخوایم بریم پاریس و برافاصله اتوبون که هواپیما براشون آباده میشه. و روزهای سرنوشت ساز از راه میرسید. روز 13 آبان همزمان با سالروز تبعید امام خمینی، تعدادی از دانش آموزان با تجمع در دانشگاه تهران در کنار مردم و دانشجویان فریاد اعتراض سر دادند. تیراندازی ماموران به سمت مردم و دانش آموزان و در خون غلتیدن ده‌ها تن از آنان تیر خلاصی بود بر عمر دولت بظاهر آشتی ملی شریف امامی. کارهای شما نشون داد که هدف اصلی حفظ حکومت خودته، اونم به هر قیمتی. وقتی بازی آشتی ملی با کشتن مردم همراه شد، دروغ بودن اون هم برملا شد.
شما با گماردن یک نظامی بر مسند نخست وزیری چنگ و دندونت رو به مردم نشون دادی. هموطنان عزیزم، در این ساعت بسیار حساس و دقایق تاریخی 14 آبان ارتش بود غلامرضا ازهاری نخست وزیر ایران شد. ازهاری که رئیس ستاد کل ارتش بود قصد داشت با بهره‌مندی از نظامیان عالی رتبه چهره ای اقتدار طلب از خود نشان دهد و اوضاع را کنترل کند، اما راهپیمایی های گسترده مردم در مناسبت های مانند تاسوعا و عاشورای سال 57 و شعارهای مردم علیه شاه باعث شد او روحیه خود را کاملا از دست بدهد و به این نتیجه برسد که امکان کنترل بحران از دست رفته است. محرم ماه خون، ماه شجاعت، ماه جنبازی و ماهی که آقای شاه، حتما خوب میدونی که تو توی همه این سالها یه ابزار بودی درست مثل پدرجانت. پس تا زمانی که اهداف حامیان خارجیت و به ویژه آمریکا رو پیش میبردی دلخواهشون بودی، اما وقتی صدای اعتراض مردم بلند شد، آمریکایی ها و باقی دوستان خارجی به مکانیزم انتقالی و پیش دستانه فکر میکردند، مثل تشکیل شورای سلطنت و یا واگذاری قدرت به همسر یا فرزندت. در قدم اول باید از شدت و سرعت حوادث کم می‌کردند و راه نجاتی برای حفظ حکومت می‌یافتند. همچنین آنان تشکیل دولت با کمک چهره‌های ملی را نیز در دستور کار داشتند. در چنین شرایطی شاه سعی کرد با انتخاب یکی از اعضای جبهه ملی که سابقه مخالفت با رژیم را نیز داشت مردم را ساکت کند، اما هیچ یک از آنها تن به این مسئولیت نداد جز شاپور بختیار. That we can settle all disputes and misunderstanding between the king and the nation, we hope. So the monarchy would stay? I hope so. او با دریافت اختیارات کامل نخست وزیری را پذیرفت، اما این پایان ماجرا نبود. Expect the Shah to return to Iran, and if so, I don't know. This is up to him. Well, he says he's taking an extended vacation, and obviously he's leaving you with a lot of problems to try to solve. And well, there's little power to rule the country too. And do you think you won't have any difficulty with Khomeini's followers? همه می‌دانستند که با حضور شاه امکان حل بحران وجود ندارد و مردم شاه را در رأس قدرت تحمل نخواهند کرد. مشورت با سفرای آمریکا و انگلیس و برخی نزدیکان شما را به این جمع‌بندی رسوند که باید هر چه زودتر از ایران خارج بشی، هرچند امید داشتی بعد از بهبود اوضاع به کشور برگردی. شاه متوجه شد که اشتباه کرده و دیگر بازگرداندن اوضاع به حالت عادی آسان نخواهد بود. خود او در تبیین به من گفت که در اون زمان متوجه شد که برای بازگرداندن آرامش سیاسی دیگر خیلی دیر است. 26 دی ماه مجلس شورای ملی به دولت بختیار رأی اعتماد داد. چند ساعت بعد شاه بدون تشریفات رسمی کشور را ترک کرد. سایر اعضای خانواده قبلا از کشور خارج شده بودند. یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. روزی که شاه فرار کرد من بیرون بودم. خواستم اولین نفری که به ملاقات میره و این خلاصه نوید فرار شاه میده خودم باشم، که غیوران و موقع در زندان بود. هنگام ظهر شاه و همسرش تهران را به مقصد مصر ترک کردند. ما بعضی از شادی ها رو دیدیم توی کشورمون که همه مردم درش سهیم بودن. پس از فرار آقای شاه، مردم با آمدن به خیابان‌ها و اظهار شادمانی و پخش گل و شیرینی این پیروزی بزرگ را
که مقدمه پیروزی نهایی بود جشن گرفتن. همه تو خیابون ریخته بودن. حالا بعضیا که دیدید مثلا روزنامه‌ای که فوق‌العاده‌هایی که در اومده بود که شاه رفت، طرف بوخ کرده بود اینو گشود. اسکناسا رو این قسمتشو در آورده بودن، دستشون گرفتن تو خیابون. شاه با فرحش در رفت. این مال مرگ بر شاه سوستر.